سلام سلام، من زئوس هستم، آره خدای خدایان. اخیراً در شبکه ماهواره‌ای نور که یک شبکه اسلامی اهل تسنن هست، برنامه ای به نام ناباوران رو دیدم. در اون به مباحث ناباوران میپردازند، از جمله به کلیپ های زئوس پاسخ میدن. خب این عالیه. البته من الان نمیخوام بگم اونها چی گفتند و من چی گفتم، فقط به چند تا نکته مهم میپردازم. اینکه در بحث کردن باید منطق رو رعایت کرد. الان توضیح میدم. این آقای سجودی عزیز، مجری محترم برنامه ناباوران شبکه نور، انصافا رعایت اخلاق رو در مورد کلیپ های من داشت. یعنی مثلا سر و ته جملات من رو قطع نکرده که صحبت من رو وارونه نشون بده، نه کامل نشون داد. حالا اگه این وسط مثلا شوخی های من رو هم سانسور کرده اشکالی نداشته، طبیعی بوده. اصل گفته من رو به درستی پخش کرد، دستش درد نکنه. اما در مورد منطق بحث، این مشکل رو جاهای دیگه هم دیدم. هر جوری هست از موضوع نباید دور شده. اگه مثلا ما داریم در مورد فرمول انیشتن بحث میکنیم، دیگه نباید بحث کشیده بشه به اینکه معشوقی انیشتن کی بوده. یا اگه برای روشن شدن موضوعی مثالی زده میشه، او پیرامون همون موضوع صحبت بشه، نه اینکه موضوع فراموش بشه، بحث برگرده بر سر مثال و دیگه موضوع عوض شده باشه. نه، این رعایت منطق در بحث هست. البته آقای سجودی منطق خوبی در بحث داره. در یک مناظرشون دیدم طرف مقابل هی میخواد از زیر سوال فرار کنه و موضوع رو عوض کنه و آقای سجودی نمیگذاشت. منطق بس همینه. اما نمیدونم چرا در مورد کلیپ من ایشون از موضوع دور شد. کلیپ شماره 115 من در مورد این بود که تصادفی ممکن هست. موضوع تصادف بوده. موقع ساخت این کلیپ در به در دنبال یک مثالی بودم از تصادف که دینداران هم قبول داشته باشن که اون تصادفی هست. اگه بگم چیدمان این همه سیاره و ستاره تصادفیه، اونها میگن نه، خدا طبق حکمت اینها رو چیده. اگه بگم جهش ژن‌ها تصادفیه، باز میگن نه، حکمتی توی اون جهش ها هست. خلاصه هیچ مثالی گیر نیاوردم جز اینکه بگم یک مشت کبریت رو پرتاب کنیم کف اتاق، عجب کبریت های پخش شده دیگه تصادفی چیده شدن دیگه. و امیدوار بودم که دینداران هم بپذیرند که دیگه خدا در چیدمان اون چوب کبریت ها حکمتی به کار نبرده، دخالتی نکرده و تصادفی بوده. دیگه چی بگم؟ با این مثال خوشبختانه موفق شدم مثالی از تصادف رو به دینداران نشون بدم و به کمک اون حرفم رو بزنم. اما متاسفانه هم آقای سجودی عزیز و هم برخی دیگه از دوستان در فیسبوک و یوتیوب بر من ایراد گرفتند که در مورد مثال کبریت چرا نمیگی که کی انداخت؟ اونو چرا نمیگی؟ خودت کبریت میندازی، درسته؟ باز یکی اون انداخته دیگه، خودش که نیفتاده. آقا جون، موضوع بحث تصادف هست. چیدمان اون کبریت ها مثالی برای تصادف هست. اینکه کی اون کبریت رو پرت کرده خارج از موضوع بحث ماست. اصلا خدا اون کبریت رو پرت کرده، خوبه؟ آخه من که نگفتم پرتاب کبریت تصادفیه، گفتم چیدمانش کف اتاق تصادفیه. اگه مثالی بزنم که مثلا تاس انداختیم تصادفی چهار اومد، دیگه نباید بگید چه کسی تاس رو پرتاب کرد، چه کسی اون تاس رو درست کرده، هدف از پرتاب تاس چی بوده. بابا یک مثال تصادف این همه سوال نداره. اون تیکه اومدن عدد چهار تصادفی بود، کسی اون رو نچیده بود که چهار بیاد، ممکن بود عدد دیگه ای بیاد. همین. مورد دومی رو که میخواستم بگم سوالی بود که همین برنامه ناباوران به قول خودشون از منکران دین پرسیده بودند. قبل از اینکه سوالشون رو بیارم، اجازه بدید یک نکته رو بگم. میدونید چیه؟ گاهی سخن مخاطب اونقدر بیمنطق هست، اونقدر بیمنطق هست که آدم میمونه چی جوابشون رو بده.
یعنی یک حرف که چارچوب منطقی داشته باشه رو میشه با منطق رد کرده، اما یک حرفی که اصلا کوچکترین نشانه‌ای از منطق نداره با چه منطقی میخوای ردش کنی؟ آه، معمولا این جور مواقع آدم ناخودآگاه به طنز رو میاره. این جور مواقع آدم مطابق همون منطق یک مثال میاره که به وضوح پرت است و خنده دار است و اینجوری نشون میده که همونطور که نتیجه گیری در این مثال بی منطق هست، به همون اندازه هم نتیجه گیری در مثال شما هم بی منطقه، چون منطق هر دو یکی هستند. در اینجا این شبکه نور سوالی از منکران کرده که خیلی بیمنطقه و یک بی خدایی هم پاسخشون رو داده. سوالشون طولانیه، خلاصش میکنم. در واقع سنسورهای فشار و گرما در کف کفش طراحی میشه در این قسمت که این سنسورها به طور هوشمند از وقتی که فشار بیش از حد به اونها وارد بشه از طریق بلوتوس به گوشی فرد در واقع هشدار میدن. سنسور توزیع کننده الکل کار میکنه. این سیستم هر یک از کارکنان درمانی رو با استفاده از یک چپ که در کفش اونها کار گذاشته شده دنبال میکنه. همانطور که در فیلم دیدید، کفش هایی به بازار آمده که توانایی دارند با صاحبان خود حرف بزنند و به دستورش رنگ عوض کنند. حتی به او اطلاع می‌دهند که درون کفشش تمیز است یا خیر. پیامبر که درود و سلام خدا بر او باد فرمودند: قسم به آن که جانم به دست قدرت اوست که قیامت برپا نمی‌شود مگر زمانی فرا رسد که مرد با کفش خود سخن بگوید. اینک پرسش ما از منکران دین اسلام و ملحدین این است: آیا تا چندین سال قبل احدی می توانست چون این اختراعی را در ذهن خود تصور کند؟ پس به ما بگویید چگونه 1400 سال قبل پیامبر اسلام به این حقیقت دست پیدا کرده و حتی قسم خورده است که این اتفاق قبل از قیامت رخ می دهد. لطفاً پاسخ خود را به این شماره واتساپ نمایید. خلاصه میگن که پیامبر اسلام گفته قیامت برپا نمیشه مگر زمانی که مرد با کفش خودش سخن بگوید، و اون تصاویر گذاشتن سنسور در کفش و پیامکی که به موبایل میفرسته رو با همون سخن گفتن مرد با کفش خودش یکی دونستند و از این نتیجه گرفتند که پیامبر حتما پیامبر واقعی بوده که این روزها رو می دیده و می دونسته که زمانی خواهد آمد که سنسور در کفش ها کار می گذارند. در این میان یک بی خدایی این گونه پاسخ داده که نویسنده داستان هری پاتر در کتابش و فیلمش از موضوعی به اسم شنل نامرئی حرف زده و الان ما یک همچون چیزی یعنی شنل نامرئی داریم. آیا الان این نشانه بر معجزه بودن نیست؟ این استدلال شما در این مورد اصلا قابل قبول نیست. و ما دستاندرکاران این برنامه اومدن به مثال شنل هری پاتر گیر دادند. میگن که نویسنده ی هری پاتر معاصر هست، هنوز زنده هست، ولی پیامبر قرنها پیش این حرفو گفته. ای بابا، موضوع غیر منطقی بودن استدلال هست. خب حالا من یک مثال دیگه براشون میارم که مربوط به قرنها پیش باشه و با همون منطق اونها پی میبریم که دیگران هم بودند که علم غیب داشتند و این روزها رو میدیدند بدون اینکه ادعای پیامبری داشته باشند. اما در واقع منظورمون اینه که این نتیجه گرفتن ها و منطق شما الکی و بی منطق هست ها. اتاق فرمان لطفاً پخش کنید. پرسش یکم ما به پرسش یکم اونها: در فیلم دیدیم که دستمالی در آب غوطه‌ور شد اما به همت نانوتکنولوژی خیس نشد و بدون اینکه به ذرات آب آغشته شده باشد از آب بیرون آمد. دیدید که 700 سال پیش لسان الغیب حضرت حافظ شیرازی چنین گفته که آشنایان ره عشق در این بحر عمیق
غرقه گشتند و نگشتند به آب آلوده. این آشنایان ره عشق اشاره به این دستمالهای مورد استفاده در نانوتکنولوژی دارد که در این بحر عمیق علوم حافظ میگه در آب غوطه میخورند اما خیس نمیشن و به آب آلوده نمیشن. پس به ما بگویید چگونه 700 سال پیش حضرت حافظ به این حقیقت پی برده بود و حتی در شعر خودش هم آورده بود. لطفاً پاسخ خود را به خودتان واتساپ نمایید. این رو حافظ یک سال پیش گفته؟ نه. دو سال پیش گفته؟ نه. 700 سال پیش گفته. دیگه چجوری میخواستید این تکنولوژی رو 700 سال پیش توضیح بده؟ آخه در اون زمان هر چیزی که در آب غرق میشد خب خیس میشد دیگه. اما حافظ حتما با نانوتکنولوژی آشنا بوده که این گونه سخن گفته که چیزی غرق میشه اما خیس نمیشه. این شده استدلال درست بودن دین اسلام بر مقابل منکران دین. اینطوری میخوان برامون منطق بیارند. فیسبوک من رو هم فراموش نکنید. من زئوس هستم.